عزیزم، خیلی دلم برات تنگ شده بود. خوشگلم. امیدوارم همونجوری باشه که فکر میکنم، برای همیشه برگشتی. ندی منتظرمه، زود بار میگردم آتش پاره. برگشتیم اقبال خانم. یوسف به خانوادش و کسایی که دوست داره نیاز داره. تصمیم عاقلانه ای گرفتی. خوش اومدی. نمیدونم چطوری بگم چقدر خوشحالم. بیا عزیزم بریم به اتاقت. همه چی آماده است یانا؟ همونطور که گفتی دختر حساب کاراشو پس میده. همه چی کنسل کن ندیم، از این کار منصرف شدم. اما ماما ولی... نداره. هر دامی که براش پهن کردیم و هر چایی که براش کندیم و از بین ببر. همین الان یوسف برگشت به امارت. گفتی برگشت؟ خالش آوردتش. اونم بعد اون حرفای بدی که بهش گفتم، فقط به خاطر این که یوسف خوشحال باشه. یه تار مو هم نباید از سرش کم بشه. باشه، همین الان حلش میکنم. برگشتی، اما چرا؟ به همون دلیلی که تو یوسف از کشور خارج نکردی. چون احساساتمون یکیه. یوسف به هر دومون نیاز داره. بی من بودن براش سخته، بی تو هم نمیتونه. تو هم همینطور فکر میکنی، میدونم. راستش میخواستم در مورد یه چیز دیگه حرف بزنم. خدمات اجتماعی گفته یوسف نباید پاشو توی امارت بذاره، یعنی با آوردنش به اینجا ریسک بزرگی کردم. میدونی اگه بگم که یوسف آوردم اینجا، سرپرستیش ازم میگیرن. نتونستم به اقبال خانم بگم، نمیدونستم به کی بگم. کار خوبی کردی، بهتر بین خودمون بمونه. نگران نباش، همه چی رو درست میکنم. کافیه تو اینجا باشی. یعنی شما، تو و یوسف. کافیه یوسف اینجا باشه.